در زندگانی بر جا زد آتش عشق نهانی، جانم از این عشق بر لب رسیده عشق نیازم چکیده. یک سو غم او یک سو دل من در تار موی، در این میانه دل می کشاند ما را به سوی. یک سو غم او یک سو دل من در تار موی، در این میانه دل می کشاند ما را به سوی. زین عشق سوزان میاد روشم، می سوزم از عشق اما خاموشم. ای گرمی جان هر جا که بودی بی ما نبودی، هر جا که رفتی من با تو بودم تنها نبودی. یک سو غم او یک سو دل من در تار موی، در این میانه دل می کشانم بینندگان عزیز. با عرض سلام خدمت شما عزیزان، امید است که همیشه شاد و خوش باشید. ما در اطراف گوشه و کنار پارکلومی هستیم و خیلی هم خوشحالیم که در کنار خودمون استر پروشیان سی دی اول آلبوم جدید برای اولین بار در بازار وارد کرده. این سی دی به اسم مادر، سی دی اول خانم پروشیان، خانم استر پروشیان، 10 آهنگ داره و برای اولین بار در اسرائیل این وارد بازار کرده و میشه گفت با شجاعت کار خیلی سختی این خانم انجام داده. و خانم استر پروشیان در از سن 4 سالگی وارد اسرائیل شدن و میدونم که کسی که از بچگی مسافرت کرده باشه به کشور مقدس اسرائیل معلومه که فارسیش ضعیفه و ببخشید اگه عبری و فارسی ما قاطی کردیم، دلیلش اینه که خانم استر فارسیشون یکم ضعیف شده، ولی در طول برنامه
معلوم میشه که چقدر این خانم با شجاعت این کار سخت وارد بازار کردن یک آلبوم شامل 10 آهنگ چقدر سخته. خانم استر مبارک باشه. مرسی، متشکرم آقای متعی، خیلی ممنون. میدونم که وارد کردن یک دونه آلبوم و سی دی در بازار کار خیلی سختیه. شما ماشاءالله خیلی با شجاعت این کار انجام دادید. چقدر چند سال طول کشید که این سی دی رو وارد بازار بکنید؟ ببینید این سی دی تقریبا 7-8 ماه طول کشید که من درش رو بردم. اول قبل از اینش من 2 سال در مدرسه مرکز موزیکا بیروشلایم توی یروشلایم خوندم، شهرهای ایرانی یاد گرفتم که چطوری بخونم، اما خود دیسک 7-8 ماه بیشتر طول نکشید. ببینید خانم، اجازه بدید. بله. متوجه بشید این خانم اصلا یه حرفی زد که مثلا باور کنندگی نیست. میگه 7-8 ماه این آلبوم وارد بازار شده. شما باید شاهد باشید خواننده یا هنرمندی یه سیدی وارد بازار بکنه ممکنه 10 سال طول بکشه، و این سیدی که این خانم موفق شده در طول یا 1 سال یا 10 ماه یا 8 ماه وارد بازار بکنه خودش شجاعته. برابو. اگر شوهر من کمک من نمی کردن به این روز نمی رسیدم. درسته خانم، پشت هر خانمی یه آقایی حتما باید وایساده باشه. آقای یعقوب پرشیان که همیشه یار و یاور شما بوده. بله. تا میکروفون به دست خانم یافا برسه یادتون نره ما در گوشه و کنار پارکلومی هستیم برای آماده کردن MTV خانم استر پرشیان. با ما باشید، خدمت شما ازان هستیم. استر، דבר ראשון מזל טוב על הדיסק הזה, אבל לפני שאני אתחיל עם כל השאלות, ספרי לי קצת על עצמך. על עצמי, אני עליתי ארצה מאוד קטנה, קטנטונת מאוד בסביבות גיל 4, והקשר שלי עם השירה הוא לא עכשיו, זה לא היה פתאומי, אני שרתי מגיל צעיר מאוד. וכשרציתי, והגעתי לגיל 18-20, רציתי להיות זמרת. ההורים לא הרשו לי פשוט. אמרו לי, לא, אם את תהיי זמרת, את תהיי עסוקה בעניין הזה, בתחום הזה, ותבני לך בית. אז באמת לקחתי את זה לא כך מתוך אהבה, אבל מתוך חוסר ברירה. בכל הדרך אני שרתי לעצמי, וכשהתחתנתי אז אל הילדים שלי, חיברתי שירי ילדים, כל ילד שנולד, יש לי 4 ילדים ושני נכדים. ובפירוש השירה אצלי היה כל הזמן בבית, עם הילדים, מחוץ לבית, כל הזמן, כל הדרך. اسم این سیدی مادره. چرا اسم مادره گذاشتی؟ چون که 3 سال پیش مادرم فوت کردن و خیلی در حال بدی بودن. وقتی که من مامانو به این حال دیدم، یکی از این شبهایی که خونشون بودم اومدم خونه با ماشین مسافرت کردم خونه، تمام شب همجور این عشقه، وقتی رسیدم خونه این عشقه میریخت، همجور میریخت تا صبح نتونستم بخوابم. یک شعر برای این مادر عزیز نوشتم، هم آهنگ هم کلماتش، و به واسطه این اسم این دیسکو گذاشتم اسم مادر. بله. آهنگی که انتخاب شده برای شما و عشق شما، عاشق شدم من. چرا این آهنگ؟ این آهنگ اتفاقا شوهرم دوست داشت، به واسطه این شعر رو خوندم. پس کی عاشق کی شده؟ شوهر شما عاشق شما شده؟ راستش بگم دوتاییمون با هم دیگه. ما با هنرمندای مختلف که مصاحبه میکنیم همیشه ما خواهش میکنیم یه سطر از این آهنگ پخش بکنه برای ما، بدون این که همکاری ارکست یا موزیک داشته باشه. از آهنگ عاشق شدم من. عاشق شدم من در زندگانی، بر جان زد آتش عشق نهانی، جانم از این عشق بر لب رسیده، عشق نیازم بر رخ چکیده، یک سو غم او یک سو دل من، در تار مویی در این میانه، دلی کشاند ما را به سویی. برابو برابو برابو، آفرین آفرین آفرین.
خانم این آهنگ مال خانم اهدی است. بله. این خانم اهدی این آهنگایی که اجرا کرده اکثر این آهنگا تو فیلم‌های ایرانی واقعا پخش شده و ولی خب در گوش و کنار هر قلب ایرانی در هر کجا که باشه خارج از اسرائیل در تمام دنیا این آهنگ خیلی گل کرده و برابو که شما این انتخاب کردید و حتما MTV این آهنگ در طول برنامه برای شما عزیزان برای اولین بار ما پخش میکنیم برای شما و عشق شما. למה רק עכשיו? כשההורים שלי אמרו שתתחתני ותעשי מה שבעלך רוצה, אחר כך כבר זה לא כל כך כמו שזה, אמנם הוא רצה עכשיו רק לאחרונה, אבל בהתחלה כשנולדים ילדים את כל כך עסוקה עם ילדים שכבר זה דבר אחרון שאת יכולה לחשוב עליו בכלל. וזה מה שקרה, ולאחרונה ארבע שנים האחרונות אני הוצאתי איזה סינגל, שמעו את זה החברים שלי, חברות שלי, אחת מהחברות אמרה לי, תשמעי, עם כל כזה את חייבת ללכת לבית ספר למוזיקה מן המזרח, ואותה אחת היא למדה שם סנטור, ואמרה, את חייבת לבוא ודווקא שירים בפרסית ללמוד, כי זה מתאים לך. וזה קסם לי, הלכתי ושנתיים למדתי בבית הספר הזה, והיה עוד איזה מקרה מאוד מיוחד שאני חייבת לציין, אנחנו היינו לפני כשנה בטבריה, הלכתי לראות את הזמרת מהסתי, מאוד נהניתי מההופעה שלה. בדרך לטבריה שרתי לאנשים באוטובוס, מאוד אהבו. אחרי שהיא שרה וסיימה את התוכנית שלה בשתיים אחרי חצות, אמרו לי, את חייבת לבוא לשיר לנו עכשיו. אני יוצאת מהמלון לדשא, אני רואה את הגברת מאסתי, יושבת עם כל צוות הנגנים שלה, וקרוב ל-60 איש אמרתי, אני לא שרה פה, אני לא שרה, אני הולכת למשל. הם פשוט התעקשו שכן. חשבתי באמת, אם זה 2-3 שירים, הגעתי ל-10 שירים. אני בעצמי עד היום לא מבינה איך עשיתי את זה. ובסוף, בסוף בסוף, הגברת מאסתי קמה, באה אליי, חיבקה אותי ונשקה, ואמרה, בראבו, איזה קול כתיפה, כמובן בפרסית. והמעבד המוזיקלי, אלברט קקולי, הוא שמע, גם כמובן היה איתה, הוא פנה אליי למחרת, עוד היינו בשבת במלון, הוא אמר לי, תשמעי, אני רוצה לעשות איתך דיסק. וכך בעצם הדיסק הזה נולד. در زندگانی بر جان زد آتش عشق نهانی جانم از این عشق بر لب رسیده عشق نیازم بروخ چکیده یک سو غم او یک سو دل من در تار موی در این میانه دل می کشاند ما را به سوی یک سو غم او یک سو دل من در تار موی شب سوزان میاد روشم میسوزم از عشق اما خاموشم ای گرمی جان هر جا که بودی بی ما نبودی هر جا که رفتی من با تو بودم تنها نبودم
בעלך לכל זה. אז אני רוצה לומר לך שעד לפני 4-5 שנים הוא לא כל כך פרגן לי בעניין של שירה, מפני שאולי כל כך הוא היה עסוק בזה. אבל כשכל העניין הזה התחיל להתפתח, שאני רוצה ללכת לבית ספר ללמוד בזה, הוא מאוד תמך, הוא מאוד תמך, כי הוא עצמו אוהב מאוד את השירה הפרסית, והוא איתי לאורך כל הדרך. כל ההקלטות באולפן, כל פעם שהגענו הוא היה איתי, עזב את העבודה ובא איתי, ובעצם כל מה שקרה עם הדיסק זה הרבה הרבה בזכותו. תודה רבה לך, אסתר, ובהצלחה. بله بینندگان عزیز، امید است تا این قسمت برنامه شما زن خوش گذشته باشه. من میخوام تشکر بکنم از خانم استر عزیز، آرزوی موفقیت براتون دارم. هر جا که باشید سربلند و پیروز باشید و از شما هم خداحافظی میکنم. امیدوارم که همیشه شاد و خوش باشید. اد کن تخنیتنو مکوه شنینتم. خداحافظ. میریزم زیر پاهات هزاران گل زیبا، از این سر دنیا تا اون سر دنیا میریزم زیر پاهات هزاران گل زیبا. تو جون منی مادر، تو عمر منی مادر، بی تو گل زردم، تو روح منی مادر، تو عشق منی مادر، بذار دورت بگردم. تو جون منی مادر، تو عمر منی مادر، بی تو گل زردم، تو روح منی مادر، تو عشق منی مادر، بذار دورت بگردم. ما چار تا برادر همراه تو خواهم، هی دورش میگردی به دور گل مادر، هر شب دونه دونه میاریمش به خونه، هی دورش میگردی میشی مست و دیوونه. کشم همیشه دنبالشم، من گدای عشقم منتشو میکشم، تو نفس میکشم همیشه دنبالشم، من گدای تو جون منی مادر، تو عمر منی مادر، بی تو گل زردم، تو روح منی مادر، تو عشق منی مادر، بزن دورت بگردم. تو جون منی مادر، تو عمر منی مادر، بی تو گل زردم، تو روح منی مادر، تو عشق منی مادر، بزن دورت بگردم. ما چار تا برادر همراه تو خواهم، هی دورش میگردیم به دور گل مادر، هر شب زونه دونه میاریمش به خونه، هی دورش میگردیم میشیم مست و دیوونه.
کجا بخوای بری روشونه ها میبرمه، تو جون منی مادر، تو عمر منی مادر، بی تو گل زردم، تو روح منی مادر، تو عشق منی مادر، بذار دورت بگردم، تو جون منی مادر، تو عمر منی مادر، بی تو گل زردم.
بگو یار بی وفا بود به خدا نه، بگو قولش دو تا بود به خدا نه، نمیگویم یارم بی وفا بود دل سنگش پر از جور و جفا بود، جدایی من از آروم جونم خودم دونم که تقدیر خدا بود، بیا عزیز دلم قربون همون مهر و وفای، بیا عزیز دلم قربون همون مهر و وفای، اگه جونمو بخور یار نازنین میدم به